آخوند روحانی، هر کس در این کشور رئیس جمهور باشد به جایی نمی رسد. معاون دادستان کل رژیم کارگران معترض نیشکر هفت تپه را آشوبگر خواند. مایک پومپئو: فشار آمریکا تا تغییر مسیر رژیم ایران ادامه خواهد داشت. آخوند حسن روحانی با حمله به باند رقیب و دخالت‌های آن در امور دولت گفت: من دارم میگم هر کس تو این کشور رئیس جمهور باشه، هر فردی تو این کشور وزیر باشه، معاون باشه، مدیر باشه، اگر دستگاه نظارتی بخواد در کارش مداخله کنه اون دولت ناموفقه. روحانی روز چهارشنبه ششم شهریور خواستار اختیارات لازم شد و گفت: کسی که اختیار ندارد چه مسئولیتی می‌خواهید؟ آخوند روحانی از دخالت دستگاه‌های نظارتی تحت امر خامنه‌ای شکوه و شکایت کرد و گفت: دستگاه نظارتی در کشور دچار خطا شده و از مقام‌های ارشد دستگاه نظارتی خواست که مقداری تجدید نظر کنند. نمیشه اینجوری کار کرد، ما به جایی نمی‌رسیم. من خواهش می‌کنم از مقامات ارشد دستگاه‌های نظارتی یه مقدار تجدید نظر کنن. وی از قضایای خامنه‌ای خواست پرونده ها را بدون شایبه سیاسی بررسی کنند. روحانی افسود: هر کس در این کشور رئیس جمهور باشد ناموفق است و به جایی نمی رسد. سعید عمرانی معاون جنایتکار دادستانی کل رژیم کارگران معترض نیشکر هفت تپه را آشوبگر خواند و گفت: عوامل و عناصری در جریان اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه پول گرفته بودند و می‌خواستند به هر طریق که شده آنجا را به آشوب بکشند. این افراد از سوی مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی شناسایی شدند. وی مدعی شد مشکل کارخانه هفت تپه و کارگرانش برطرف شده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گردهمایی ملی لژیون آمریکایی در ایالت ایندیانا گفت: آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از توافق فاجعه بار اتمی با رژیم ایران خارج شد و این اقدام در راستای پایان دادن به سوء استفاده از آمریکا بود. مایک پنس افزود: دونالد ترامپ نسبت به نیروهای نظامی و فراهم آوردن نیازهای آنها متحد است. معاون رئیس جمهور آمریکا ضمن اشاره به شکست داعش در مناطقی که تصرف کرده بودند گفت: ما اسلام افراطی را از مناطقی که در دست داشتند بیرون راندیم و دیگر خلافت اسلامی وجود ندارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز هفتم شهریور در پیام توییتری نوشت: امروز آمریکا نهادهای مسئول انتقال بیش از 1,000,000 دلار قطعات الکترونیکی حساس به رژیم ایران را تحریم کرد. فشار آمریکا تا تغییر مسیر ایران ادامه خواهد داشت. روز گذشته آمریکا در راستای فشار حداکثری به رژیم ایران دو شبکه تهیه تجهیزات موشکی این رژیم را هم تحریم کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد تحریم‌هایی را علیه دو شبکه اعمال کرد. خزانه‌داری آمریکا گفته است این دو شبکه به تقویت برنامه اتمی و برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی نفتی به دولت و ارتش رژیم ایران کمک می‌کردند. خبرگزاری رویترز افزود این تحریم‌ها بخشی از بالا بردن فشار اقتصادی بر رژیم ایران در رابطه با برنامه اتمی این رژیم است. نیروهای دولت قانونی یمن روز چهارشنبه وارد عدن پایتخت موقت این کشور شده و کنترل فرودگاه شهر را به دست گرفتند. نیروهای دولت قانونی یمن همچنین وارد چند شهر عدن در جنوب یمن شدند. علاوه بر آن، معمر العریانی وزیر اطلاع رسانی یمن اعلام کرد نیروهای ارتش ملی یمن به همراه واحدهای دستگاه‌های امنیتی به عدن پایتخت موقت یمن رسیدند و اقدام به تأمین و حفاظت شهرستان‌های آن کردند که با استقبال مردم این استان مواجه شده است.